5.1 ریشتری روستای زیارت دماوند خسارت چندانی نداشت، اما سخنگوی اورژانس کشور اعلام کرد در حین فرار از هول زلزله 2 تن جان خود را از دست دادند و 13 نفر هم مصدوم شدند. این زمین لرزه 48 دقیقه بامداد امروز در عمق 7 کیلومتری سطح زمین و در حوالی روستای زیارت شهر دماوند اتفاق افتاد و علاوه بر استان تهران در استانهای مازندران، سمنان، البرز، قزوین، قم و حتی زنجان هم احساس شد. ساعت 11:30 دیشب یک پیش لرزه داشتیم به بزرگی 2.9 توی همون محل و پیروش خب ساعت 48 دقیقه بامداد این زلزله 5.1 رخ داد. تا این ساعت که حدوداً 11:15 بله بفرمایید که چند تا پس لرزه داشتیم. تا این ساعت حدود 38 پس لرزه ما تونستیم ثبت بکنیم. البته تعداد پس لرزه ها خیلی بیشتر از این هست. پس لرزه های قابل ثبت تو شبکه ما 38 بوده. بزرگترینش چه مقدار؟ بزرگترینش بزرگای 3.9 داشته، همون ساعت 2:19 دقیقه صبح بود فکر میکنم. فعالیت این گسل میتونه باعث فعالیت کوه آتش فشان دماوند بشه؟ تمام این رویداد و پسرد کاملا رو گسل مشاه است. ما سازوکارش هم حل کردیم، شیب به سمت شمال داره به خوبی نشون میده و یک حرکت چپگرد که ویژگی های گسل مشاه است و ربطی به اون فعالیت آتش فشان دماوند واقعا نداره. این زمین لرزه‌ای که در حقیقت بامداد امروز رخ داد زمین لرزه اصلی بود؟ با توجه به پیش لرزه و پس لرزه‌ای که داشتیم میتونیم به نوعی بگیم زمین لرزه اصلی بوده، ولی خب منطقه تهران همونطور که خودتون میدونید الان گسل مشاه خب گسل بزرگی هست، گسلای دیگه هم اطراف تهران داریم، خطر زمین لرزه همیشه تهران رو تهدید میکنه، ولی به نظر میاد این یک مورد با توجه به این که حالا ما تعداد پس لرزه های قابل توجهی رو ثبت کردیم و چندین ساعت هم از رویدادش گذشته یک مقداری خیالمون رو راحت تر کرده. وزیر کشور به استاندار تهران و سازمان مدیریت بحران دستور داد سریعاً ارزیابی درباره خسارات احتمالی را تکمیل کنند. فرمانده کل ارتش هم با صدور دستور آماده باش از فرماندهان خود خواست تجهیزات و امکانات لازم را برای کمک رسانی احتمالی به ستاد بحران مهیا کنند. ستاد بحران شهرداری تهران هم 3 روز آماده باش اعلام کرد. اما برخی مردم تهران نگران از پس لرزه ها شب را در خیابان گذراندند. زلزله بامداد امروز که نسبتاً هم قوی بود باعث شد که خیلی ها روانه کوچه و خیابان ها بشن. یه هوی هممون پریدیم بیرون. همه با هم اومدیم. خب اونجاست که مصون میشی دیگه. آره دیگه. اصلا نترسید. اصلا چون نفهمیدم. به خاطر بچه‌ها ترسیدیم. خودمون نترسیدیم. آه به خاطر بچه‌ها. حالا شما ترسیدی؟ خیلی. یعنی هر جایی که بگی مردم برای رهایی از زلزله‌های احتمالی پناه آورده بودن. بهترین جا هم همین فضای باز بود. ساعت چند؟ 2:30 شبه. خب کجا الان این موقع شب کجا؟ اومدیم بیرون ببینیم چه خبره. داخل ساختمون نشینیم. شما تا کی میخوای الان تو اینجا باشی تو خیابون؟ ساعت 3:30 و ایستگاه اتوبوسی که مسافر داره، اما مسافرایی که به خاطر زلزله اومدن اینجا. البته خیلی هم بودن که داخل ماشین هاشون شب رو به صبح رساندن. که زلزله اومد ما اومدیم یه زد بیرون. نمیشه 4-5 بار دیگه لرزونده تا صبح نمیشه رفت خون. الان خوردنی چی آوری با خوده؟ نون و پنیر و شیر و خورما و ازم بود. ببخشید دیگه همه چیز آوردی با خودی. بعضی هم سریع وسط خیابان چادر زده بودن. آقا سلام علیکم. سریع گرفتی خوابیدی دو الان اینجوری یعنی تا صبح اینجا میگیری وسط که اون میخوابی؟ بله مجبوری نمید. ترس از زلزله تو نصف شبی باعث شده بود که بعضی ها بار بندیل سفر ببندن. خب الان همه وسایل هم برداشتی دیگه، زیرانداز و رخت خواب همه برداشتی. این زلزله که مرکز آن در منطقه بین استانهای تهران و مازندران و در حوالی دماوند رخ داد، اینجا یکی از میادین اصلی شهره و اوضاع فعلا عادیه و مرکز شهر کسارتی ندیده. نه دیگه، تا الان چند دفعه اومده پس لرزه. با سحریه دیگه. با اجازه شما قبول باشین. شما بفرمایید.
خب حدوداً ساعت 4:25 دقیقه صبح تا الان 16 پس لرزه اتفاق افتاده. همینطور که میبینید مردم با توجه به نگرانی که دارن ترجیح دادن در خیابان‌ها همچنان بمونن. بلافاصله پس از وقوع زمین لرزه ستاد مدیریت بحران هلال احمر تشکیل جلسه داد. 6 تیم ارزیاب وارد منطقه شده. سگ‌های جستجو و نجات هم همراه با مربیان به منطقه اعزام شدند. تا این لحظه که الان تقریبا ساعت 2 بامداد هست، گزارشاتی که ما از منطقه داریم خوشبختانه گزارشی مبنی بر خسارت جانی یا خسارت مالی نداشتیم. البته آمارهای تکمیلی ساعتی پیش در جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران بررسی شد. آمار دماوند و آبدی رو خدمتتون عرض می‌کنم که 20 مورد ما مصدوم داشتیم. یک مورد فوتی که همونطور که فرمودین یه آقای 60 ساله بودن. 3 مورد انتقال، 2 مورد بستری داریم در حال حاضر. 16 مورد هم سرپایی بوده و با اقدامات اولیه چند 4 مورد بستری؟ جان؟ چند تا بستری؟ 2 مورد بستری داریم الان در گیلاوند و دماوند. تو اورژانس تهران در شهر تهران ما 19 بیمار ترومایی داشتیم که 5 مورد انتقالی داشتیم به بیمارستان حضرت رسول، شهدای تجریش و شهدای هفتم تیر. 1 مورد فوتی خانم 21 ساله بوده تو تهران ها؟ بله، که ایشون در اثر به هر حال ترسی که از زلزله داشتن متاسفانه فوت شدن. در این جلسه استاندار تهران از یک دستور مهم رئیس جمهور برای بازنگری در دستور عملهای مقابله با زلزله در کلان شهر تهران خبر داد. رئیس جمهور صبح دستور دادن که این میتونه یه فرصتی باشه ما یک نگاه جامعی دوباره به خود کلان شهر تهران داشته باشیم برای مکانهایی که در چنین زمانهایی احتیاج است که اگر مردم به هر حال یه پیشلرزه حالا 3 یا 4 یا همین 2 9 رو دیدن خواستن از خونه بیرون برن، کجا برن؟ برن کنار اتوبان‌ها، برن کنار ساختمان‌های بزرگ. اما گزارش استاندار از نتیجه جلسه ستاد مدیریت بحران استان تهران، خسارت‌هایی که ناشی از ریزش آوار یا تخریب ساختمان باشه شاهدش نبودیم. بلافاصله بعد از اعلام این خبر تمامی اکیپایی که در ستاد مدیریت بحران باید آماده باش باشن، آماده باش کامل اعلام شد. هلال احمر اکیپای ویژه‌ای رو برای روستاهای منطقه ارسال کرده بودن، اعزام کرده بودن. شهرداری آماده باش کامل به نیروهاش داده، هم شهرداری‌های 44 گانه کل استان و هم شهرداری تهران. اورژانس از همون ابتدا همه بیمارستان‌های استان تهران آماده باش کامل داده شده بود. تمام این مراحل هم صدا سیما به درستی اعلام کرد، هم ما هم تأکید کردیم که اون حفاظت‌های فردی رو در مقابل این بیماری حفظ بکنن، بیماری کرونا، هم شهروندان واقعا رعایت کردن که جا داره هم از این عزیزان و همه کسانی که این توصیه رو کردن تشکر بکنیم. این هم روایت مردم از زلزله بامداد امروز. من خودم بیرون بودم ولی متوجه نشدم رو راست، ولی خب خانومم گفت خیلی صدای شدید و ارزم بزرگتون که زمین لرزید و یه تکون شدید و از خواب بیدار شدم. کار کردی؟ والا کاری که کردم دم ستون پناه گرفتیم. شب زلزله اومد تهران خواب بودم، هیچی متوجه نشدیم. 10 دقیقه یه رو به 1 بود اگه اشتباه نکنم. خب یه لرزه شدیدی بود. ترسیدی؟ نه اون صورت، چون شدید نبود سمت ما. من صبح اخبار شنیدم، دقیقا ساعت 8:15 اخبار گرفته بودم. ترسیدم، همون بیرون بودیم داخل ماشین نشستیم، یه مقدار که اوضاع بهتر شد بعد رفتیم منزل دیگه، بیرون نبودیم. زلزله بامداد امروز بیش از 38 پس لرزه به همراه داشته است. اما یه موردی که هست، یه موردی که الان اینجا تو این زلزله مطرحه اینه که ببینید اگر این خونه ها مقاوم باشه قطعاً بحث زلزله ترسش خیلی کمتر میشه. مردم حداقل یه اطمینانی میکنن دیگه، اینجوری دیگه نیان تو خیابونا، به خونه ها اطمینان میکنن. پس باید بحث مقاوم سازی خونه ها جدی‌تر گرفته بشه.